خب بریم سراغ این که سازه چیه. سازه چیه؟ خب سازه چیه؟ What is the structure؟ سازه چیه بچه؟ شما تحلیل سازه یک فاز کردی درسته؟ کسی میتونه بگه سازه چیه؟ سازه چیه بچه ها؟ مجموعه یه عضو یا مجموعی از اعضاست، همینجا هم نوشتیم یه عضو a member or set of member، یه عضو یا مجموعی از اعضاست که واسه چی استفاده میشه؟ واسه تحمل و انتقال نیروها به صورت ایمن، که برای تحمل و انتقال نیروها به صورت ایمن استفاده میشه. پس سازه چیه بچه ها؟ یه قطعه یا مجموعی از قطعات هستن، مجموعی از اعضا هستن که در کنار هم دیگه وظیفه تحمل و انتقال نیرو رو بر عهده دارن، اونم به صورت ایمن، به این میگن سازه. در اطراف ما بچه کلی سازه وجود داره، ساختمون ها رو که میبینید این در واقع عرضم به حضورتون اینا سازه است، عرضم به حضور پل ها رو میبینید، سد ها رو میبینید، اینا سازه است. خب من انواع سازه ها رو خدمتتون میگم و سریع عبور میکنم چون بحث ما خیلی انواع سازه ها نیست. خب انواع سازه ها، نوع اول types of structures، نوع اول framed structures هستش بچه ها. سازه های اسکلتی، سازه های اسکلتی، سازه اسکلتی چه سازه ایه بچه ها؟ سازه اسکلتی سازه ای هستش که از یک سری تیر، ستون و کلن عضوهای خطی، عضوهای خطی. چرا بهش میگن خطی؟ مثلا این، ببینید این یه تیر هستش به صورت یه عضو خطی شکله، مثلا اینجا این ستون، این ستونی که اینجاست به عنوان یک عضو خطی شکل هستش. ببینید این ستون یه عضو خطی شکل هستش، این ستون یه عضو خطی شکل هستش و به همین صورت از یک سری اعضای خطی شکل تشکیل شده، ستونها، تیرها، به این صورت. بچه ها عزیزان من یک دقتی داشته باشید، در ساختمان منظور از سازه اسکلت سازه است، اسکلت ساختمانه. پس ما در ساختمانی بچه ها که دیوارها رو داریم، محتویات داخل سازه رو داریم و اسکلت رو داریم، وقتی که میگیم سازه، وقتی که میگیم سازه، اون کجا مد نظر ماست؟ اسکلت سازه است. پس ببینید بچه ها یک ساختمان، بیلدینگ، که وقتی که میگیم بیلدینگ، عرضم به حضورتون، از سه قسمت تشکیل شده. من این را اینجا می نویسم که یاد بگیرید. ببینید بچه ها بیلدینگ که یک ساختمان باشه، بیلدینگ از سه قسمت تشکیل شده. یک استراکچر یعنی سازه، سازه، سازه میشه چی بچه ها؟ میشه تیر، ستون، پی، اینها. اینها وظیفه تحمل و انتقال نیرو به صورت ایمن رو بر عهده دارن. اعضای این در واقع استراکچر بود سازه. ما به جز استراکچر دیوارا رو داریم، دیوارای دو رو داریم، پارتیشن ها رو داریم که اینا رو میسازیم، نازک کاری رو داریم، این داستان ها. اصطلاحا بچه ها به اینها میگن نان استراکچرال کامپوننت، اجزای غیر سازه. ببینید نان استراکچرال کامپوننت اینا اجزای غیر سازه ای هستن. پس ببینید استراکچر اسکلت، نان استراکچر یعنی غیر سازه ای میشه چی عزیزان من؟ میشه دیوار، پارتیشن ها. اینها وظایف در واقع قسمت هایی هستن که ساخته میشن و به در واقع اسکلت سازه چسبیدن، مثل دیوارها، مثل سقف، اینا نان استراکچرال کامپوننت هستن. و محتویات سازه رو داریم که کانتنت هستش، همین خود ما کانتنت حساب میشیم، کانتنت محتویات میشه. خب پس ما استراکچر رو داریم، نان استراکچرال کامپوننت رو داریم و کانتنت رو داریم. هر ستای اینا روی هم دیگه میشه بیلدینگ که میشه ساختمان. پس ساختمان بچه ها سه قسمت داره. وقتی که میگن ساختمانی آماده میشه، منظور این ستا با هم دیگه هست. و وقتی که ساختمان طراحی میکنیم، ما کلش رو استراکچر رو طراحی میکنیم. این استراکچر بایستی
در واقع جوری طراحی بشه که وزن کانتنت رو بتونه تحمل کنه، نیروهای در واقع محیطی رو تحمل کنه، نون استراکچرال کامپوننتی هم که روش هست رو بتونه تحمل کنه. در این صورت یک ساختمان ساخته میشه، یک ساختمان ساخته میشه. بنابراین ما انواع سازها رو که اینجا دارم میگم خدمتتون، سازهای اسکلتی که عرض کردم خدمتتون، چه بشونی ساز اسکلتی؟ چون سازهای ما حالا انواع مختلفی داره که معروف ترینشون ساز اسکلتی هستش و اصلا کلن تو این درس با ساز اسکلتی سر و کار داریم. این ساز اسکلتی مثل قاب‌های ساختمانی فولادی یا بتونی به همین صورت هستش. اینجا نوشتم که متریالی که استفاده میشه میتونه استیل باشه یا کانکریت. استیل یعنی فولاد، کانکریت یعنی بتون. پس این ساز اسکلتی خودشون میتونه فولاد یا بتون باشه. که این چیزی که میبینید این یک قاب سه‌بعدی هستش که خرپاها که در پلها مثلا بیشتر استفاده میشه یا در سازهای صنعتی و یا کاربردهای دیگه که ممکنه داشته باشه، اینم یه سازه اسکلتی محسوب میشه. سازه ای هستش که به صورت از اجزای خطی شکل تشکیل شده. خب این نوع اول سازه است. این نوع اول سازه، سازه‌های فریم، سازه‌های خطی شکل، سازه خطی شکل. نوع دوم سازه ها سازه پوسته ای شکل هستن، شل تایپ استراکچر. شل میشه پوسته بچه ها. شل تایپ استراکچرز سازه های پوسته ای شکل هستن که پوسته های اونها میتونه جنسش باز بتون باشه، میتونه فولاد باشه. که ما تو این درس طراحی فرض کن پوسته های فولادی رو بررسی نخواهیم کرد. حالا پوسته های بتونی چون سقف ها بتونی هستن، اصلا کلا بچه ها ما پوسته ها رو، طراحی پوسته رو نه در فولاد یک و نه در فولاد دو نخواهیم داشت. چون اصلا در ساختمان های عادی ما پوسته نداریم، پوسته فولادی نداریم. به همین خاطر ما نه در فولاد یک و نه در فولاد دو اصلا پوسته رو طراحی نمی کنیم. یه مقداری شاید هم پیچیده تر باشه نسبت به اعضای عادی. ولی پوسته ها رو، پوسته هایی که به صورت سقف هستن، کف هستن، بتونی، شما تو مثلا درس بتون دو انشالله خواهید خوند. کف های ساختمانی رو داخل بتون دو میخونید. خب پس این سازه نوع دوم بود. پس سازه نوع اول بچه خطی بود، سازه نوع دوم سازه های پوسته شکل بودن و سازه های نوع سوم بچه ها سازه های سه‌بعدی هستن. سازه هایی که طول، عرض، ارتفاعشون هر ستاش قابل توجه هستش، مثل یک سد وزنی که اینجا سمت چپ در واقع نمایی از این سد رو میبینید. این سد هم طولش، هم عرضش و هم ارتفاعش هر ستا بودش به اندازه کافی بزرگ هستش، یه سازه سه‌بعدی هستش. این سازه ها بچه ها معمولا جنسشون به هیچ وجه فولاد نیست. این نوع سازا به هیچ وجه فولاد نیست، بلکه جنسشون بتونه، یا اینکه خاک، یا خاک مثلث، یا بتون خاک از این، یا حالا میتونه ترکیبی از سنگ باشه و از این داستان ها. کسی میدونه چرا یه ساز سه‌بعدی معمولا فولادی نیست؟ چند علت داره. یکی اینکه اصلا بچه‌ها هزینه فولاد خیلی گرونه در این حجم، در این حجم گرونه، فولاد خیلی گرونه و این مورد اول. مورد دوم بچه ها اینه که در این ساز سه‌بعدی که معمولا با سیال و محیط سر و کار داره، فولاد بچه ها اتفاقا در برابر این شرایط محیطی ضعیف هستش، دچار خوردگی میشه، دچار زنگ زدگی میشه و در برابر این شرایط محیطی معمولا مقاوم نیست. و مورد سوم اینه که ما اصلا تولید فولاد رو در این حجم گنده، همین که نداریم و همین که امکان نصب نیست. اون چیزی که ما دوستان داریم شکل پذیری، در واقع فرم پذیریه، چون ما اصلا شکل پذیری یه چیز دیگه است. شکل پذیری داکتیلیتی به در واقع تحمل تغییر شکلها تحت اثر در واقع تحمل تغییر شکل‌ها بعد از جاری شدن رو بهش میگیم شکل پذیری. بله، فرم پذیریه، فرم پذیریه. فولاد سخت هستش، اتصالات با جوش هستش، ولی بتون یه قالبی هستش
بتون رو میریزی داخلش و شکل اون قالب رو به خودش میگیره. بنابراین سازه سبودی ما جایی برای فولادی نداریم. پس ببینید ما سازه هامون یا اسکلتی بود که مجموعه ای از المان های خطی رو داریم که میشه تیر، ستون، پارتبند، اینها به هم دیگه وصل میشن و سازه فریم رو تشکیل میدن. سازه پوسته ای رو داریم که یه سطح دوبودی هستش. حالا این سطح دوبودی اگه صاف باشه معمولا بهش میگن صفحه یا پلیت، اگه خم باشه بهش میگن پوسته یا شل. و سازه سبودی رو داریم، دیدیم که این معمولا از جنس فولاد یا بتونه، دومی هم فولاد یا بتونه، سومی به هیچ وجه فولاد نیست و بیشتر مساله سنگی، بتونی و یا خاکی هستش. خب این در واقع یک کلیاتی از انواع سازه بود که البته در اجرا ما در یک ساختمانی ترکیبی از المان‌های پوسته‌ای و صفحه‌ای رو داریم، یعنی کپ‌ها به صورت پوسته و اعضای اصلی به صورت عضو خطی هستش. حتی ممکنه در یک سازه ساختمانی مثلا حجم پی خیلی گنده باشه و خود پی رو بتونیم یه سازه اصلا سبودی لحاظ کنیم. بنابراین ممکنه در یک پروژه از انواع سازه ها در یک پروژه استفاده بشود. خب عرضم به حضورتون طبقه بندی، حالا پس متوجه شدیم که ما با سازه اسکلتی سر و کار داریم. سازه اسکلتی که در واقع ما در ساختمون ها بیشتر از اونها استفاده می کنیم. خب میخوایم ببینیم این سازه هایی که در واقع تحت عنوان ساختمان هستن و در ساختمان استفاده میشه معمولا چه مدل هایی هستن، چه طبقه بندی دارن. خب به صورت کلی بچه ها در کشور ما دو تیپ سازه داریم. یکی سازه های بنایی هستش، سازه بنایی هستش که میسنری استراکچرز هستش، که این سازه بنایی از مساله در واقع بنایی مثل آجر و سنگ و ملات و اینها تشکیل شده که البته جدیداً برای اجرای سازه‌های در واقع بنایی بایستی حالا یا به صورت دیوار مسلح باشه، یعنی یک دیواری باشه که داخلش میلگرد هست، و یا اینکه عرضم به حضورتون دارای کلاف باشه، یعنی سازه بتونی که درون، الان من این کلاف رو یه مقدار پررنگش میکنم، داره کلاف باشه. به این میگن کلاف بچه ها. یه کلاف قائم و یا اینکه این یه کلاف قائم به این صورت که چیزی شبیه همون ستون هستش در این سازه بنایی اجرا میشه. در سازه هایی که جدیدن اجرا میشه بایستی حتما کلاف یا اینکه کلاف داشته باشیم که در واقع یه چیزی شبیه تیر و ستون بتونی هستش، و یا اینکه خود دیوار مسلح باشه. ما دو تیپ سازه در واقع مساله بنایی داریم که جدیداً بایستی به این، اگر جدید بخواد اجرا بشه بایستی به این صورت اجرا بشه، و اگر سازه موجود هست بایستی به همین صورت مقاوم سازی بشه. پس ما با سازهای بنایی سر و کار داریم که این سازهای بنایی بچه‌ها جدیدن که اجرا میشه یه جورایی باز اسکلت براشون تعریف میکنن. ولی درست اسکلت تعریف میشه، ولی سازه بنایی، تو سازه بنایی بچه‌ها معمولا دیوارها نقش باربر دارند. این دیوار پیرامونی که میبینید دور تا دور، ممکن دیوار 20 سانت باشه، یک دیوارهای داخل باشه دیوار 20 سانت، 30 سانت، حتی 40 سانت داره، بیشتر هم هست. اینا دیوارهایی هستن که اصطلاحاً دیوارهای حمال هستن، دیوارهایی که نیروها رو حمل میکنن و نیرو تحمل میکنن. این سازهای بنایی سازهایی بودن که در کشور ما به وفور تو قبلا اجرا میشدن که به علت ضعف عملکرد در زلزله اینا کم کم یا کنار گذاشته شدن و یا اینکه مقاوم سازی شدن و یا اینکه در برها سازهایی که جدید دیگه اجرا میشه به صورت سازهایی هستن که مطابق با آیین نامه جوری اجرا میشن که بتونه زلزله رو تحمل کنه. یعنی با همین اجرا کردن این کلاف های افقی و قائم که از جنس بتون است، و یا اینکه دیوار مسلحی که اجرا میکنن، یعنی داخل دیوار همراه با میلگرد و بتون است
و در سقف هم البته بچه ها معمولا میگرد قرار میدم. این نوع سازه های بنایی بچه ها نه بحث درس فولاده و نه درس بتون، که حالا یه درس اختیاری دارید به اسم در واقع سازه بنایی، الان اگه اون درس بنایی رو گرفتید در مورد این نوع سازه ها هم یاد خواهید گرفت. ولی بچه ها الان در حال حاضر، در حال حاضر سازه های رایج در کشور ما یا فولادی هستن یا بتونی. سازه های رایج در کشور ما دیگه بنایی نیستن، سازه های فولادی، اسکلت فولادی و سازه های اسکلت بتونی. خب پس ما سازه های اسکلت فولادی رو داریم که مبحث این درس ماست و تو درسی درس سازه بتونی که دارید انشالله سازه اسکلت بتونی رو در واقع شما خواهید خوند. خب پس ما استیل استراکچرز رو داریم که بحث ما در این درس هستش، مجموعی از تیرها، ستونها و بادبندها هستش. البته تو این شکلی که آوردم، عکسی که آوردم بادبند نیست، ولی خب به هر حال سازه میتونه بادبندی هم باشه که حالا در مورد انواع بادبندها و این داستانها حالا بعداً صحبت خواهیم کرد که بادبند و اینا داستانش چی هستش. خب پس ما استیل استراکچر رو داریم و کانکریت استراکچر، سازهای بتونی رو داریم که عرض کردم خدمتتون. تو دیوارهای تو سازهای بتونی ما باز تیرها ستونها رو داریم. مثلا در این سمت ببینید که اینجا یک دیوار برشی اصطلاحاً اجرا شده، یه دیوار بتونی اینجا اجرا شده، یه دیوار بتونی اینور، یه دیوار بتونی این انتها، که این انتها و این پایین هم می‌بینید یه سری دیوار اجرا شده. پس ما تو سازه بتونی به جای بادبند دیوار برشی داریم. حالا ممکن در یه سمت هم دیوارم نداشته باشه، مثلا در این سمت افقی ما اصلا دیواری نداریم، در سمت عمود بر اون دیوار داریم که تو در واقع قاب‌های بتونی چون اتصالات گیردار هستش در یه جهتی ممکنه بدون اینکه دیوار داشته باشیم خود قاب کفایت کنه. خب پس ما در این درس دنبال در واقع طراحی اسکلت‌های فولادی هستیم. خب ببینید بچه‌ها عزیزان من، نحوه طراحی سازه‌ها کلاً به این صورت هستش که ما بایستی بدونیم چه بارهایی به این سازه‌ها وارد میشه. ما تو این درس دنبال حساب کتاب هستیم، می‌خوایم با توجه به بارهایی که به سازه وارد میشه بگیم ابعاد این تیر چقدره، ابعاد این ستون چقدره. هدف ما در این درس اینه، یعنی ما بایستی اولا بارهایی که به سازه اعمال میشه رو بدونیم که من در اسلاید بعدی این بارها رو بهتون میگم و با توجه به این بارها بریم در واقع سازه رو تحلیل کنیم و نیروهاش رو به دست بیاریم و بعد سازه رو طراحی کنیم که طراحی کردن اعضا که حالا بهتون میگم چه جوری هستش در این درس فولاد یک، بحثی هستش که کلن در این درس و درس فولاد دو بعدن انشالله به شما خواهیم گفت. خب بریم سراغ انواع بارها ببینیم که کلن ما با چه نوع بارهایی سر و کار داریم، با چه نوع بارهایی مواجه هستیم. خب اینجا بنویسم، این بالا بنویسیم لودینگ دیزاین تایپ نیست. خب بار گذاریم. عزیزان من، ما به صورت کلی دو دسته نیرو داریم، دو دسته نیرو داریم. یک نیروهای ثقلی یا gravitational loads و دو lateral loads یعنی بارهای جانبی. ما دو دسته نیرو داریم به صورت کلی، نیروهایی که به سازه وارد میشه. یک سازه های ثقلی هستش و دو سازه های جانبی هستش. بچه ها صدای من دوستان میگه قطع و وصل میشه، کسی از دوستان هست که صدای من رو خوب بشنوه؟ خب ببین مریم بوداغ میگه که نه، بنابراین یه نفر که بشنوه نشون میده که اینترنت شما دوست عزیزم بهزاد خرابه. بهزاد جان عزیز من، حالا اشکالی نداره، من سعی میکنم عزیزم، من سعی میکنم که فیلم این جلسه رو بعداً براتون آپلود کنم، یه جایی که فیلم رو داشته باشی. من احتمال زیاد حالا یا تلگرام یا تو یوتیوب اینا رو بارگذاری می‌کنم، حالا
احتمال زیاد تو یوتیوب بارگذاری میکنم که اونجا ببینید. البته خب متاسفانه یوتیوب فیلتر هستش، تلگرام هم به همین صورت، نمیدونیم چی کار کنیم. گرفتار شده این رو هم البته تو سایت وادانا بعدن میتونید ببینید، ولی خب ما سعی میکنیم فیلم رو آپلود کنیم چون واقعا هاردمون هم جا نداره، سیستممون هم جا نداره، مجبوریم که حالا فیلم رو سعی میکنیم یه جایی آپلود کنیم که دیگه فیلم رو که آپلود کنیم بچه ها دیگه صدا و تصویر و اینا همش هستش. حالا الان اگه قطع و وصل میشه بعد کلاس میتونید تو وادانه که نگاه کنید، معمولا اونجا حالا باز هم ممکنه قطع و وصل بشه چون باز هم آنلاین داری نگاه میکنیم، نمیدونم. همون اگه من فیلم رو براتون آپلود کنم اونجا میتونید بدون قطعی و این داستان ها نگاه بفرمایید. خب عرض کردم خدمتتون بچه ها ما دو دسته نیرو داریم. یک نیروهای ثقلی هستش که گراویتیشنال لودز هستش و نیروهای جانبی هستش. نیروهای جانبی به صورت کلی بچه ها، به صورت کلی شما اگر یک جسمی رو داشته باشید، یه جسم رو داشته باشید، یک جرم به اندازه ام رو داشته باشید، یه جرم رو داشته باشید، این یه وزن داره، به این وزن میگن نیروی ثقلی. درسته بچه ها؟ به این وزن میگن نیروی ثقلی. به نیروهایی که به صورت ثقلی هستن خب کلا میگن نیروهای ثقلی در سازه، ناشی از وزن سازه است که این وزنش برابر با دبلیو ام جی رو به پایین هستش. ولی در ساختمان ما یک سری نیروها داریم که به صورت جانبی هستن. پس اینها اینایی که رو به پایین هستن اینا گراویتیشنال هستن. گراویتیشن اینا ثقلی هستن و اونایی که به صورت جانبی هستن این لترالن جانبیه، این جانبیه. پس ما در ساختمان در سیک سازه این دو دسته نیروها رو داریم. یه سری نیروها داریم به صورت ثقلی هستن، ناشی از وزن هستن، و یه سری نیروها داریم که به صورت جانبی هستن. اونایی که ناشی از وزن هستن شامل ددلود، بار مرده، که الان تعریف میکنم چیه بار مرده، که حالا شامل وزن کف‌ها و دیوارها و تجهیزات ثابته، چیزی که اینجا نوشتم، شامل فلور، کف، وال، دیوارها و فیکس اکیپمنت هستش که تجهیزات ثابت هستش. پس کلن قسمت هایی که از بسازه میچسبن، حالا یا استرکچراله یا نون استرکچراله، خود وزن سازه، خود وزن تیر و ستون اینا، اینا بار مرده هستن. پس اون چیزی که به سازه چسبیده و ثابت میمونه، ممکنه در یه سازه ما یک مخزن آب رو فرض کنیم در یه طبقه داشته باشیم، یه طبقه بام یه جای داشته باشه، اونم چون ثابته یه بار مرده حساب میشه و این بار مرده است. پس بار مرده بچه ها یه نوع چیه بچه ها؟ نیروی ثقلیه، یعنی وزن داره، رو به پایینه. خب نوع دوم بار زنده است یا لیولوده که ما با L نشون میدیم از این. پس ما دیدلود رو داریم با D نشون میدیم، لیولود رو داریم که با L نشون میدیم. خب این لیولوده شامل بارهایی هستن که در واقع یا اکیپمنت هایی هستن که ثابت نیستن، مثل مبلمان، وسایل داخل خونه و خود افراد و خود در واقع ساکنان این ساختمان، خود این ساکنان، خود افراد، خود حتی یه دیوارهای پارتیشنی که ممکنه خیلی سریع عوض بشن، اینها هم بار زنده محسوب میشن بچه ها. پس بار زنده اون چیزی هستش که داخل ساختمان در طول عمر سازه ممکنه هی دائما تغییر کنه. حتی دیوارهایی که به صورت پارتیشن باشه و مثلا دو سه سال یه بار تغییر میکنه، باز هم یک بار زنده محسوب میشه. بارهای زنده رو بچه‌ها با بارهای مرده رو دقیق میتونیم حساب کنیم. چرا دقیق میتونیم حساب کنیم؟ چون ابعاد سازه بعدن مشخص میشه، یعنی ابعاد تیر، ستون اینا مشخص میشه، ابعاد ضخامت سقف معلومه چیه، نازوکاریش چه میدونم،
کف طبقات باشه، موزاییک کاری باشه، به هر حال اینها مشخصه. دیوارهایی که استفاده میشه مثلا معمولا دیوارهای پیرامونی، حالا دیوار حالا سفالی باشه، هر جنسی باشه، نما باشه، غیر نما باشه، به هر حال اینها از همون اول مشخصه. وزن دیوار معلومه، وزن سقف معلومه، وزن اسکلت معلومه. پس بار مرده کلا یه جورایی تا حد بسیار زیادی دقیق معلومه بار مرده اینا معلومه. البته داخل پرانتز بچه ها این قسمت که میبینید انواع بارها رو که دارم خدمتون میگم، این خودش یه درس یک یا دو واحدی هستش به اسم بارگذاری. این درس بارگذاری جز و سرفصلای در واقع چارت شما نیست، ولی اونایی که میخوام بعدا نظام مهندسی کار کنن حتما درس بارگذاری رو پاس کنن. درس بارگذاری یکی از درسایی هستش که برای گرفتن پروانه نظام مهندسی معمولا گیر میدن. درس اختیاریه، حتما سعی کنید بچه‌ها ترمای بعد بگیرید. متاسفانه بایستی این درس رو قبل از فولاد و بتون ارائه میشد، ولی خب متاسفانه معمولا دانشجوها بعد از این درس فولاد و بتون این رو میگیرن که کاملا اشتباه هستش. خب در صورت من دارم یک شمه کوچولویی در حد 7-8 دقیقه در این مورد این بارها بهتون میگم. پس بار مرده رو متوجه شدید تا حد زیادی دقیق قابل محاسبه است، ولی بار زنده که شامل تجهیزات غیر ثابته مثل داخل ساختمان اگه باشه، مبلمان اگه ساختمان در واقع کاربری که داره تجاری باشه، مثلا یه فروشگاهی باشه، خب وزن قفسه ها رو داریم، وزن چه میدونم یخچال این داستان ها هستش، و وزن افرادی که میان داخل یه فروشگاه ممکنه خیلی زیاد باشه، ممکنه فروشگاه باشه، ممکنه پاساژ باشه. اینها کلا کاربری تجاری با کاربری مسکونی معلومه که فرق میکنه بار زندهش. یا مثلا فرض کنه یک محل تجمعی باشه، مثل تئاتری باشه، مثل سینمایی باشه، ممکنه ورزشگاهی باشه، اینها با توجه به کاربری که داره بار زندهشون متفاوته. مثلا فرض کنیم محیط آموزشی باشه، دانشگاه باشه، در همه کلاس ها ممکنه 40-30 دانشجو باشه، خب این بار زندهش با یک ساختمان مسکونی فرق میکنه. یک ماهیت آماری داره که مثلا میتونیم بگیم به صورت متوسط چقدره، به صورت متوسط چقدره، که اینها رو که آیا بار زنده چقدر باشه رو بچه ها با توجه به در واقع کاربری که حالا مثلا مسکونی باشه یا تجاری باشه، چه میدونم محل تجمع باشه، آموزشی باشه، با توجه به کاربری که داره، داریم یه آیین‌نامه است به اسم مبحث 6 مقررات ملی ساختمان اومده گفته مثلا بار زنده واسه مسکونی رو مثلا بر هر یه متر مربع کف مثلا 200 کیلو در نظر بگیر بار زنده. اینو دیگه آیین نامه گفته، یعنی هیچ حساب کتابی دست مهندس نیست، کار رو راحت کرده. آیین نامه گفته بار زنده رو اگه مسکونی بود اینقدر بگی، تجاری بود اینقدر بگی، اگه چه میدونم آموزشی بود کاربری اون ساختمان اینقدر بگی، تو قسمت پله ها اینقدر رو بگی، تو قسمت آسانسور مثلا اینقدر رو بگی. حتی چیزایی مثل آسانسور اینا بستگی به مدلش داره، معمولا کاتالوگ شرکت سازنده آسانسور میگه بار مرده و زنده آسانسور چقدره. آسانسور این وسط فقط استثناست، چون آسانسور بستگی به مدلش داره اون شرکت سازنده، پس آسانسور رو معمولا شرکت سازنده میگه که بار مرده زنده ای که میتونه تحمل کنه چقدر. خب عرض کردم خدمتتون که این بار زنده رو توی مبحث 6 مقررات ملی ساختمان با اون در واقع بار زنده رو میسنجیم. خب بار مرده و بار زنده جزء بارهای ثقلی هستن، بار مرده و بار زنده. بار برف رو داریم که این بار برف در تراز بام قرار خواهد گرفت، این رو هم با استفاده از مبحث 6 مقررات ملی ساختمان حساب میکنن. و بار باران رو داریم، رین لود رو داریم، اسنو لود، بار برف بور، رین لود داریم، بار باران داریم، که این دوتا به بام ساختمان اعمال خواهند شد. خب این چارت هایی که دیدید، بار مرده زنده، برف و باران،
اینا بارهای ثقلی هستن که به سازه وارد میشن. پس ما 4 تا دست نیرو داریم که ثقلی هستن. خب نیروهای جانبی چیا هستن عزیزان من؟ نیروهایی که به صورت لترال هستن، لترال لود هستن، دو دست نیرو هستن. یکی وینگ لوده که بار باد هستش، با دبلیو نشون میدیم، و دومی ارثکویک لود هستش که بار زنده است. و تو کشور ما اصل داستان بحث زلزله است. اصل داستان بحث زلزله است که بار بحرانی هم همین بار زلزله است. خب این 4 تا دسته، یعنی بار مرده که بچه دقیق حساب میشه، آیین‌نامه چیزی نیاز نداره. بار مرده گفتم این دقیق حساب میشه و نیازی به آیین‌نامه چیزی نداره. ولی بار زنده، بار برف، بار باران و بار باد، این 4 تا، ببینید 4 تا فلش کشیدم، گفتم بر اساس چی حساب میشه مبحث 6، که حالا جزئیات اینها رو گفتم اگه درسی که انشالله درسی به اسم بارگذاری اگه یاد در واقع بگیرید اینها رو دقیق متوجه میشید. ولی بد نیست بدونید که نسبتاً آسونه، حتی میشه خودتونم بخونید. واقعیت اینه که خیلی سخت نیست اینها نحوه حساب کردن. گفتم مثلا بار زنده رو مستقیم گفته اینقدره، بار برف رو مثلا با توجه به هر شهری گفته که مثلا شدت بارش چقدره، چه میدونم شهرها رو دسته بندی کرده و نحوه محاسبهش رو گفته. بار باران هم به همین صورت، بار باران معمولا حالا خیلی حساب نمیشه، تو آیین‌نامه هم خیلی در موردش صحبت نکرده. همین بار برف و بار زنده است، اضافه بار باد، اینها رو ما از آیین‌نامه مبحث 6 میتونیم حساب کنیم. خب پس این بارها بود که مبحث 6 باش سر و کار داریم. ولی پس ببینید ما بارامون همشون تو مبحث 6ه، ولی زلزله داخلش نیست. زلزله جدا در یک کتاب مجزاست. زلزله در یک کتاب مجزاست. علت چیه؟ یه علت تاریخی داره تو کشور ما. علتش اینه که بچه مثلا تو آمریکا ما یه آیین‌نامه‌ای داریم به اسم ASCE، آیین‌نامه بارگذاری سازاست در آمریکا. من این رو براتون می‌نویسم این بالا، آیین‌نامه ASCE 07، آیین‌نامه ASCE American Society of Civil Engineering، انجمن مهندسان عمران آمریکا، ASCE معنیش اینه، ASCE 07. این آیین‌نامه‌ای که می‌بینید که مربوط به آمریکاست، همه بارها رو داره، هم بار باد، بار زنده رو داره، هم بار برف رو داره، بار باران رو داره، بار یخ زدگی رو داره. من یخ زدگی رو نگفتم، بار چون معمولا تو ساختمون‌ها بار یخ زدگی حالا خیلی مطرح نیست، بار ارزم به حضورتون باد رو داره، بار زلزله رو هم داره، همه رو داره، کل بارها یه جا هستش. ولی تو آیین‌نامه ما بار زلزله جداست و بقیه بارها هم جداست. عرض کردم خدمتون یه علت تاریخی داره تو کشور ما. علتش چی بوده؟ علتش این بوده بچه‌ها، در ما در دهه فکر کنم 50 شمسی بوده، 1356 که زلزله بوئین زهرا میاد، فکر کنم سال 56 بوده یا اشتباه میکنم نمیدونم، که اون زلزله بوئین زهرا میاد تو شمال کشور و خیلی‌ها کشته میشن. به فکر در واقع به این فکر میفتیم که در واقع یک آینه، شاید هم بچه ها دهه 40 بوده، همون زلزله بوده که نمیدونم تو فیلم ها شاید دیده باشید که مرحوم تختی میره در واقع تو بازار تهران پول جمع میکنه واسه زلزله زده ها، همون اونجا بچه ها به این فکر میفتیم که یک آیین‌نامه جدا برای زلزله تر، یعنی اصلا این آیین‌نامه اینجا مبحث 6 وجود نداشته. این مبحث 6 اولین ورژنش فکر کنم حدود 20 سال پیش بوده، حدود دهه 70 یا 80 بوده، دهه 80 بوده که مبحث 6 اومده به بازار. یعنی ما این قدمتی نداره، قدمت آیین‌نامه زلزله خیلی بالاتر هستش، حدود 50 60 سال پیش برمیگرده آیین‌نامه 2800. خب تو دهه 40 شمسی و چام که اون زلزله بوئین زهرا میاد و خیلی ها کشته میشن و این ساختمون‌های بنایی غیر مسلح بوده و خیلی آسیب پذیر بودن تو زلزله، واسه اینکه این آسیب پذیر رو کاهش بدن یه آیین‌نامه درست میشه تحت عنوان استاندارد. چون بچه ما استانداردهای مختلف داریم، مثلا فرض کن استاندارد چه میدونم
یه میخ، یه پچ، چه میدونم استاندارد، هر تقریبا بچه ها هر چیزی که میبینیم یه استاندارد داره. مثلا استاندارد ساخت پروفیل های در و پنجره، استاندارد مربوط به شیشه، اینا استاندارد داره. تحت نشریه هایی هستش که در واقع اداره استاندارد اینا رو چاپ میکنه، استاندارد همه چی داخل اونا هم هستش. آیین‌نامه استاندارد 2800 برای آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، ویرایش اولش حدود 50-60 سال پیش تو ایران تدوین میشه که تقریبا بعد از هر زلزله مهمی این مجدد ویرایش میشه. ویرایش دوم اون فکر کنم تو زلزله چیز بوده، زلزله که باز هم تو شمال کشور اتفاق میفته، زلزله رودبار بوده که سال 68 اتفاق میفته. تو این زلزله باز این استاندارد 2800 مجدد ویرایش تغییر پیدا میکنه. بعد از فکر کنم باز زلزله بم مجدد سال 84 آیین‌نامه ویرایش 3 آیین‌نامه 2800 میاد و بعد از دیگه این تغییر پیدا نمیکنه این آیین‌نامه 2800. بعد از زلزله کرمانشاه، همین زلزله 7.2 ریشتری که چند سال پیش اومد، با آیین‌نامه 2800 بچه ها قسمت نان استراکچرال کامپوننت، همون قسمت غیر سازه، دیدید که بچه ها توی زلزله کرمانشاه مثلا اون مسکن مهرها بچه ها خود سازه عملکرد خوبی داشت ولی دیوارها فرو ریختن، دیدید خیلی از دیوارها لخت شدن. یادتون میاد؟ ببینید تو زلزله کرمانشاه بچه ها واقعیت اینه که اون سازهایی که نوساز بودن تا حدی، مخصوصا سازهایی مربوط به در واقع مسکن مهر، بچه‌ها حالا درسته کیفیت ساخت مناسب نبود، حالا مشکلات داشت، ولی واقعیت اینه که بچه‌ها چون یک سری استانداردها رعایت شده بود و نسبتا بد اجرا نشده بودن، خیلی من به نظر من به شخصه عملکرد مناسبی داشتن. یعنی اسکلت سازها در برابر این زلزله 7.2 ریشتری که در واقع ایجاد شده بود عملکرد خوبی داشتن، ولی مشکل کجا بود بچه‌ها؟ مشکل اون نان استراکچرال کامپوننتس ها بودن، اجزای غیر سازه. این اجزای غیر سازه دیوارها اینها بایستی به شکل مناسبی به سازه وصل بشن، به شکل مناسبی وصل بشن. به همین خاطر بچه‌ها ما بعد از زلزله کرمانشاه تازه رفتیم سراغ اجزای غیر سازه، اجزای غیر سازه. و بعد از این در واقع این زلزله کرمانشاه ما یه پیوست گنده‌ای با آیین‌نامه 2800 اضافه شد، یه پیوست گنده. این پیوست گنده چی بود؟ یه پیوست مثلا 50-60 صفحه‌ای بود که با آیین‌نامه 2800 بود و نحوه مهار دیوارهای غیر سازه‌ای رو گفته که چجوری هستش. غیر اصلا دیوار غیر سازه‌ای رو هم براش در واقع دیتایل های مناسبی ها رو گفته آقا طبق این دیتایل ها اجرا بشه و هم این که نحوه طراحی اونها رو در واقع بیان کرد. بعد از اون بود که در واقع بحث وال پست ها به مطرح شد، بحث نحوه مهار دیوارها به تیر، به ستون ها، به دهانه های بادبندی و این داستان ها در این زلزله 7.2 کرمانشاه به این صورت مطرح شد و این آیین‌نامه به صورت تقریبا میتونیم بگیم حالا به صورت یه جورایی حالا بومی یه جورایی توسعه پیدا کرد و به همین خاطر آیین‌نامه زلزله در کشور ما یک آیین‌نامه مجزایی هستش، یه آیین‌نامه 2300 صفحه‌ای هستش، مجزاست و مبحث 6 مقررات ملی. یه آیین‌نامه بازم خودش هم یه 2300 صفحه است جدا. ولی آیین‌نامه آمریکا، آیین‌نامه AC716، این یه آیین‌نامه یه دونه یه جاست، همه رو هم یه جا داره، یه آیین‌نامه 400-500 صفحه‌ای هستش که همش یه جا هستش. خب این از کلیاتی در مورد بارهایی که به سازه وارد میشه. خب من اینجا سمت راست یک در واقع بحث کوچولی دارم در مورد اینی که بار باد با بار زلزله چه فرقی با هم دیگه دارن. تا بار داریم که به سازه جانبی به سازه وارد میشه، یکی بار باد هستش و دومی بار زلزله هستش. خب بار باد و چه بار باد ویند لود یک باری هستش که عرضم به حضور به صورت مستقیم و به صورت فشاری به سازه
اعمال میشه، یعنی اون سمتی که رو به باد هستش به صورت یک نیروی فشاری اون رو میبینه. این باد بچه ها به ساز اعمال میشه، در کنار ساز رد میشه و در قسمت پشت به باد به صورت مکش یعنی ساکشن خودش رو نشون میده. پس بار باد به صورت یک بار فشاری مستقیم به قسمت رو به باد و به صورت مکش در قسمت پشت به باد عمل میکنه. یک ماهیت مشخص و مختص به خودش داره باد. پس باد بچه‌ها یک نیروی مستقیم است که به سازه اعمال میشه، رو به باد به صورت فشار و پشت باد به صورت ساکشن مکش عمل خواهد کرد. خب این بار باد بود. پس بار باد یک نیروی مستقیم به ساز است. ولی زلزله چیه بچه ها؟ عزیزان من، زلزله بچه ها اسمش رو خودشه، زمین لرزه، زمینه که تکون میخوره. ولی چرا وقتی که زمین تکون میخوره به سازه نیرو وارد میشه؟ سازه که توی زلزله مثل در واقع باد نیست که نیرو رو مستقیما به خود سازه وارد کرده باشه. ما تو زلزله ground motion رو داریم اصطلاحا. ground motion اینجا این سازه به سمت چپ یا راست، حالا یا اگه سبودی هستش به سمت چپ راست، عقب جلو بالا پایین، این حرکت میکنه. خب حرکت سازه، خب این حرکت زمین منجر به حرکت سازه میشه. خب چرا حرکت سازه بچه ایجاد نیرو میکنه؟ کسی چیزی میدونه؟ آیا حرکت باعث ایجاد نیرو میشه؟ شما یک گوشی دستتون بگیرید، آیا این گوشی رو تکون مکون میدید، این به این گوشی به نظرتون نیرو وارد میشه؟ در چه حالتی نیرو وارد میشه؟ آیا اصلا همچی چیزی داریم؟ جا به جایی جا، مثلا فرض کنید ارزم به حضورتون یه ماشین داره با سرعت ثابتی حرکت میکنه، داخل ماشین نشستید داری حرکت میکنید، شما داری حرکت میکنید، آیا نیروی حس میکنید؟ خب شتاب چیه؟ آها آها، بحث داره جالب میشه. خب بچه ها ما قانون دوم نیوتن رو داریم، قانون دوم نیوتن رو داریم که میگه که F نیروی وارده به یک جسم در حال حرکت برابر است با جرم ضرب در شتاب. جرم ضرب در شتاب، حالا ما شتاب زمین رو با یه اندیس جی نشون دادیم، یعنی آی گراونده، زمینه. اف مساوی است با ام جی. خب اینجا سازه اگر جرمش ام باشه، نیرویی که به سازه وارد میشه برابر ام ضرب در آی جی میشه. اینجا میشه، اینجا نشون دادیم. پس ببینید جرم سازه، اگر سازه داره جرم باشه، نیرویی که به سازه وارد میشه در عکس حرکت زمین، یعنی سازه زمین اگر به سمت راست بره، نیرو به در واقع این نیرو به صورت اینرسی هستش، به صورت لختی هستش، در جهت عکس هستش، برابر با منفی ام بر روی آی جی. منفی گذاشتیم یعنی نیرو خلاف جهت حرکت هستش، به سازه اعمال میشه. بنابراین چون در زلزله ما حرکت داریم و شتاب ایجاد میشه، این شتاب منجر به ایجاد نیرو میشه و هرچی جرم سازه بیشتر باشه، این ام سازه بیشتر باشه، این نیروی زلزله هم بیشتر خواهد شد. بله درود بر بهزاد عزیز. بنابراین بچه ها یکی از عوامل افزایش نیروی زلزله چیه بچه ها؟ زیاد بودن جرم سازه. هرچی جرم سازه بیشتر باشه، نیروی زلزله هم بیشتر خواهد بود. بنابراین شاید شنیده باشید یکی از در واقع کارهایی که میتونیم انجام بدیم که سازه مقاوم در برابر زلزله باشه، اینه که سازه رو سبک کنیم بچه ها، سبک کنیم. بله حامد هم درست میشه، به تغییرات سرعت میگن شتاب. وقتی که اون مثال ماشین رو زدم، گفتم سرعت ثابت، وقتی سرعت ثابت شتاب نداریم، ولی به محض اینکه پا میذاریم رو ترمز، اگه ترمز شدید باشه و خدایی نکرده یکی کمربند نداشته باشه، میبینی که
از شیشه پرت میشه جلو. خب این جرم خودش ضرب در شتاب کاهنده میشه و اون در واقع نیرو باعث میشه که اون پرت بشه به سمت جلو. خب تغییرات سرعت ما تو حرکت زمین باز شتاب داریم، یک شتاب به شدت شتاب داره چون رفت برگشت هستش و حرکت شتابداری هستش زلزله، و این شتاب با ضرب در جرم سازه تبدیل میشه به نیروی زلزله که این نیرو هرچی جرم سازه بیشتر باشه نیروی بیشتری به سازه ایجاد خواهد کرد. پس این ماهیت نیروی زلزله بود و فرقش با نیروی باد. باد به صورت مستقیم به سازه وارد میشه، جهت رو به باد فشار، پشت باد ساکشن، و زلزله حرکت هستش که این حرکت ایجاد شتاب در سازه میشه، شتاب در جرم سازه ضرب میشه، شتاب در جرم میشه نیروی لرزه‌ای. پس ما در قسمت هایی که جرم داشته باشیم، مثلا در تراز این طبقه اگر جرم زیاد باشه یه نیرو تو این قسمت داریم، اینجا هم یه در واقع جرم زیادی باشه یه نیروی زیادی هم اینجا داشته داریم. معمولا مثلا سازه داشته باشیم 5 طبقه باشه، معمولا نیروی زلزله رو در 5 طبقه قرار میدن. جاهایی که جرم داریم نیرو رو قرار میدن، نیروی زلزله رو قرار میدن، ولی باد رو از اول تا آخر به هر جایی که سطح بادگیر داشته باشه بار باد اعمال میشه. خب پس به این صورت با انواع بارها در واقع آشنا شدید، با بار فرق بارهای جانبی باد و زلزله هم آشنا شدید. خب این یه نمودار تنش کردش هستش که فعلا اینو توضیح نمیدم، بعدا توضیح میدم، نمیخواد در مورد مساله فولادی بعدا میگم. خب روند کلی طراحی سازه فولادی به چه صورتی هستش؟ روند کلی طراحی یه سازه فولادی 3 مرحله داره بچه ها. طراحی سازه فولادی 3 تا مرحله داره. مرحله اول لودینگ، یعنی بارگذاری. مرحله اول لودینگ، بارگذاری. بارگذاری شامل بارهای مرده، زنده، بار برف، بار باران، بار باد و بار زلزله. خب این بارها معمولا بچه‌ها به صورت همزمانی که یه دفعه هم باد نمیاد و هم بار زلزله، باران و برف و زلزله و همه با هم که معمولا نیستن. اونایی که احتمال داره که با هم دیگه باشن رو اصطلاحا بهش میگن ترکیب بار، load combinations. ما انواع ترکیب بارها رو داریم که این ترکیب بارها رو آیین نامه مشخص کرده. اینجا می نویسم مطابق این ترکیب بارها، مطابق آیین نامه است. اینجا می نویسم according to standard, loading standard, loading code. کد بچه ها به معنای استاندارده، آیین نامه است. که کلمه کد همون کد میشه آیین نامه. حالا یا میگن کد یا استاندارد میشه آیین نامه. پس این بارها، این بارهایی که گفتیم، بار مرده، زنده، بار برف، باران، اینا رو گفتن که اینا رو ما به صورت یه سری ترکیب‌هایی به سازه اعمال می‌کنیم. مثلا میگم مطابق آیین نامه ما مثلا یه بار مرده رو یه بار به سازه اعمال می‌کنیم، سازه بایستی بار مرده تک رو تحمل کنیم. مثلا بار مرده به اضافه زنده رو اینا با همدیگه احتمال داره اتفاق بیفته. بار مرده و زنده رو با همدیگه جمع میزنن به سازه اعمال میکنن، سازه بایستی تحمل کنه. بار مرده به اضافه زنده به اضافه زلزله رو اعمال میکنم، سازه بایستی تحمل کنه. بار مرده زنده به اضافه بار باد رو به سازه اعمال میکنن، سازه میتونه تبتون تحمل کنه. و حالا ترکیب های مختلفی. پس ببینید بچه ها، ما بارها رو داریم، بارها رو باش بازی میکنیم. میگیم که یه بار بار مرده رو روی سازه قرار میدیم، نیروهاش رو به دست میاریم، اجزا بایستی نیروها رو تو حالتی که صرفا بار مرده باشه تحمل کنه. دفعه بعد بار مرده به اضافه زنده رو به سازه اعمال میکنیم، دوباره بایستی تحلیل سازه انجام بشه و سازه بتونه این نیروها رو تحمل کنه. بعدن واسه این رو هم اعمال کنید، سازه تام. به نظر میاد روند کار سخت و پیچیده است، ولی بعد نیست بدونی بچه‌ها خیلی از این قسمت‌ها اتوماتیک با نرم افزار انجام میشه، فقط شما باید مفاهیم رو بلد باشید. بنابراین نگران این داستان‌ها
نباشید. خب پس اینجا بحث این بود که ما بارهایی به ساز اعمال میشه، این بارها رو باعث تک تک به ساز اعمال کنیم و سازه باعث این ترکیب بارها رو تحمل کنه. این ترکیب بارها که من یه نمونه هایی ازش اینجا آوردم فقط من جهت یادگیری فقط اینا رو آوردم، وگرنه این ترکیب بارها دقیق نیستش و بعدا به صورت دقیق تری بهتون میگم که اینها چیا هستش. بعد از این که ما به سازه انواع بارها رو اعمال کردیم، باعث سازه رو تحلیل کنیم، سازه تحلیل بشه. این قسمت تحلیل سازه Structure Analysis اینا شما تو درس تحلیل یک و دو میخونید، بعدن حالا اگه رفتید مثلا مقاطع بالاتر روش های دقیق تری میخونید که به چه صورت میتونید سازه رو تحلیل کنید. ولی همونطوری که میدونید تحلیل سازه ما مثلا تحلیل یه دونه قاب ساده هم سخته دیگه، یه دونه مثلا تیر هم سخته بخواید نیروهاش رو حساب کنید، چه برسه به یه سازه گنده چند طبقه. یکی داره زنگ میزنه، نمیدونیم که اشکال نداره گوشیم بذارم رو بی صدا، داره زنگ میزنه نمیشه. خب تحلیل سازه میشه، چرا تحلیل سازه میشه؟ هدف اینه که ما یه ساختمون گنده داریم، یه سازه سبودی هست شامل تیرها، ستونها، بادبندها و اینها. ما میخواییم ببینیم که داخل دله یه تیر چقدر نیرو هست، داخل دله یه ستون چقدر نیرو هست، یعنی چقدر برش هست، چقدر لنگر هست، چقدر نیروی محوری هست. خب همین که بخواییم بتونیم بریم داخل دله تیر چقدر نیرو هست رو اصطلاحش میگیم تحلیل سازه. فکر کنیم بچه ها کارش چیه؟ کارش همینه که به یه سازه‌ای که بارگذاری شده میرید حساب کتاب میکنید که داخل تیر مثلا عکس العمل تکیگاهی چقدره، داخل تیر برش چقدره، داخل تیر لنگر چقدره. یعنی ما در واقع حد اکثر نیروهایی که داخل تیر، ستون و اعضا هستن رو به دست میاریم. یعنی ما با تحلیل نیروها رو حساب میکنیم. پس تو این مرحله ما چیکار میکنیم؟ ما نیروهای داخلی دل سازه رو حساب میکنیم. یعنی اینجا اینترنال یعنی داخلی، اینترنال لودز این ایچ ممبر، در هر عضوی محاسبه خواهد شد، ویل بی کالکیولیتد، محاسبه خواهد شد. خب پس ما نیروهای داخل عضو رو حساب میکنیم که اینجا این مرحله هم گفتم که عرضم به حضورتون شما با درس تحلیل سازه های شمه کوچولوی ازش یاد گرفتید، ولی بعد نیست بدونید که این کار معمولا با نرم افزار انجام میشه و دستی نیست. ولی شما بایستی به هر حال مفاهیم رو بلد باشید. گاهی وقتا به علت این که حالا یا بد بارگذاری میکنید یا هر چی ممکنه نتایج درست نباشه، بایستی شما به هر حال یک بک‌گراند کافی از تحلیل سازه داشته باشید که حداقل مقادیر معقولی که از نیرو داخلی ایجاد میشه رو بدونید. پس ما بارگذاری میکنیم، به سازه بارها رو وارد میکنیم و بعدش میایم تحلیل سازه انجام میدیم. با تحلیل سازه نیروی داخلی اعضا حساب شد. حالا میریم سراغ دیزاین. این دیزاین بچه‌ها درس فولاده یا بتونه فرقی نداره، چون من روند کلی طراحی سازه گفتم، سازه حالا یا فولادی یا بتونی فرقی نداره. حالا دیزاینی که ما داریم استیل دیزاینه، تو این درس سازه فولادی هستش. خب تو استیل دیزاین چه کار میکنیم؟ میگیم که این نیرو به مثلا به یه تیر وارد شده، یا نیرو به یه عضو ستون وارد شده، یا نیرو به یک بادبند وارد شده. ببین ما دیگه دونه دونه بررسی میکنیم. اصطلاحا بچه ها طراحی ما ممبر بیست هسته، یعنی بر مبنای عضو هستش. پس طراحی که انجام میدیم بر مبنای عضو. حالا خود طراحی یعنی چی؟ طراحی به معنای اینه که ابعاد تیر و ستون رو به دست بیاریم. مثلا بگیم که این تیر مثلا 18 باشه، یعنی ابعادش رو تعیین کنیم دیگه. مثلا بگیم این تیر این یکی 20 باشه، این یکی 18 باشه، اون یکی 22 باشه. حالا این در مورد این که ابعاد یعنی چی، اینم حالا جلسات بعد بهتون میگیم، نگران نباشید. حالا بعضی از دوستان حتی ممکن ندونن مثلا آهن 18 چیه،
آهن IPE 180 چیه، اینا رو جلسات بعد میگم. ولی خب در کل میگم که حالا مثلا 18 اونی هستش که مثلا یه فرض کنید یه تیراهن متوسطه، یه تیراهن مثلا 27، یه تیراهن نسبتا گردن کلفته. یه جایی ممکنه آهن 18 یا 20 جواب نده، شما واسه آهن مثلا 30 قرار بدید. خب این بر چه اساسی شما بعضی جا کوچولو قرار میدید بعضی جا بزرگ قرار میدید؟ اینها بر اساس اینه که نیروش چقدره اون عضو. اگه نیروش زیاد باشه شما واسه یک عضو گردن کلفتر قرار بدید که این نیرو رو تحمل کنه. ما تو این درس این حساب کتاب رو یاد میگیریم، یاد میگیریم که اگر اینقدر نیرو به این عضو وارد میشه این ابعادش بایستی چقدر باشه. خب با دو تا هدف، یعنی اینکه ابعاد رو به درس میاریم بایستی دو تا هدف رو کنترل کنیم. دو تا هدفی که داریم اصطلاحا design objectives میشه اهداف طراحی. اهداف طراحی بچه ها دو تا هستن، یکی سیفتیه و دو اکانومیه، یعنی بایستی به اندازه کافی ایمنی داشته باشه. سیفتی به معنای ایمنیه، بایستی به اندازه کافی اون طراحی سیف باشه، ایمن باشه و به اندازه کافی اکانومیکال باشه. به صورت اقتصادی این در واقع هم جوابگو باشه و هم دیگه غیر اقتصادی نباشه. مثلا میگم بچه ها ممکنه مثلا شما با توجه به حالا مشاهداتی که میکنی مثلا تجربی کسب کردی که مثلا یه سازه ای که فرض کنیم 5 طبقه باشه، مثلا ستون در طبقات پایین مثلا جفت سی با یه ورقی جواب بده در طبقه پایین و پایین ستون و جفت سی، و این که میاد بالا خب یه نفر که مهندسی هست حساب کتاب میکنه مثلا در اون طبقه پنج، چون طبقه بالا نیروی فشاریش کمتر، پایین که میاد چون وزن طبقات میاد روش ستون ها تو پایین معمولا گنده هستن، میاد بالا معمولا در واقع کوچولوتر میشه ابعادش. بنابراین یک ساختمانی که درست طراحی شده باشه ابعاد مناسبه. ولی یه نفر که مثلا نمیخواد محاسبات انجام بده مثلا میگه این ساختمان پنج طبقه از طبقه اول تا طبقه پنج جفت سی بذار، این مثلا میگه که من قول میدم جوابم داده. خب این ایمنیش رعایت شده، ولی اقتصادی است؟ نه اقتصادی نیست. بنابراین ما بایستیم در این حالی که سازه ما سیف هستش، ایمن هستش، بایستی تا حد ممکن اقتصادی هم باشه، یعنی تا حد ممکن اون مینیموم مقطعی که جوابگو هست تا حد ممکن اون رو قرار بدیم و سازه رو غیر اقتصادی و سنگین تا حد ممکن در صورت غیر ضروری انجام در واقع به کار نبریم. پس طراحی ما بر اساس نیرویی که انجام میدیم باستی به صورت سیف و اکانومیکال، ایمن و اقتصادی این رو طراحی کنیم که چیزی که ما تو این درس میخونیم در واقع بر مبنای همین دوتا پای است که متوجه بشیم چجوری سازه رو ابعاد تیر، ابعاد ستون، اینها رو چجوری به صورت سیف و اکانومیکال در واقع طراحی کنیم. حالا این که این کار رو چجوری انجام میشه دو تا روش کلی هست. این دو تا روش کلی رو جلسه بعد بهتون میگیم. یکی روش تنش مجاز هستش، allowable stress design، که این رو تنش مجاز رو جلسه بعد بهتون میگیم. کلن دو تا روش، روشایی که میتونیم به این دو تا هدف برسیم، دو تا روش هستش که اینها رو انشالله جلسه بعد میگیم. یکی روش AST هستش که یک روش قدیمی هستش که تو آیین‌نامه ایران حذف شده، قبلا بوده و حذف شده، و دوم یک روش جدیدتر هستش به اسم روش load resistant and factor design که بهش میگن روش ضریب بار و ضریب مقاومت. load resistant and factor design که میشه در واقع LRFD. روش LRFD روشی هستش که ما عمدتا تو این درس از این استفاده اصلا کلا از این در از این استفاده خواهیم کرد و بهتون میگیم که چجوری البته بهتون میگیم که اینو فرقشون چی هستش و در کل این درس از این روش پایینی استفاده خواهیم کرد. خب یک نکته اینه که با این اجزای سازا رو که داریم، ببینید ما ستون داریم، تیر داریم، اینم مثلا بادبندی است، بادبندی هستش.
هستن. ببینید تیر، ستون، بادبند، اینا عضوهای اصلی هستن بچه ها، عضوهای اصلی، مین ممبرز هستن. این مین ممبرز ها بچه ها شامل چیا هستن؟ این اعضای اصلی دایی سازه فولادی شامل تیرها، بیمز، تیر میشه بیمز هستش، کالومز هستش یعنی ستون ها، کالومز هستش، و اعضای ماربندی، بریستد فریمز، بریستد عضو میخوام بریستد ممبرز، اعضای بادبندی یا مهاربندی شده. پس ما اعضای اصلیمون اینا هستن، بیم، کالوم، بریستد ممبرز، اینا اعضای اصلی هستن بچه ها. طراحی این اعضا رو بچه ها ما تو درس فولاد یک میخونیم. پس ببینید دارم بهتون میگم که چه درس چیا رو ما تو درس فولاد یک میخونیم و چیا رو تو فولاد دو میخونیم. بچه ها ما تو فولاد یک طراحی اعضای اصلی رو میخونیم. یک، طراحی اعضای اصلی شامل تیر، ستون، اینا داخل فولاد یک هستش. تو فولاد دو چی میخونیم بچه ها؟ تو فولاد دو اتصالات رو فقط میخونیم. مثلا اینجا ببینید، اینجا که دقت بفرمایید، این تیر که به ستون وصل شده یه نبشی تو دلش هست. این نبشی حالا تو این شکلی که میبینید حالا با پیچ وصل شده، ممکنه با جوش وصل بشه. کلن بحث جوش، پیچ، اتصالات، همین نبشی که تو دلش هست، حالا یا نبشی ممکنه زیرش باشه، این اتصالات کل بحث فولاد دوه. پس دقت بفرمایید بچه ها، ما تو فولاد یک اصل مطلب رو یاد میگیرید، یعنی طراحی تیر، طراحی ستون، طراحی بادبند رو. حالا خود بادبند یه سری نکاتی داره، یه قسمتهایی رو ما میگیم و یه قسمتهایی ازش نمیتونیم بگیم، چون احتیاج به یک مفاهیم یه مقداری پیشرفته تر داره. معمولا دوستانی که میان تو کارشناسی ارشد اون بحث مربوط به طراحی بادبند و اینها رو متوجه میشن که بحث اصطلاحاً طراحی لرزه‌ایه. اون طراحی لرزه‌ای رو ما معمولاً تو دوره کارشناسی نداریم. ولی در هر صورت عرضم اینه که ما تو همین فولاد یک دیگه تیر رو میتونید طراحی کنید، ستون رو میتونید طراحی کنید. مثلا فرض کنید یکی از آقایون، مثلا فرض کنید بعد از دوره کارشناسی که انشالله ازدواج میکنه، میخواد سقف خونه خودش رو به هر دلیلی یک در واقع چه میدونم تعمیر کنه، نگه چه میدونم یک دستکاری کنه ساختمونش، بعد تو این سقف میخواد بدونه که فرض کن یه آهن چند میتونه جوابگوی این سقف باشه. خودش به عنوان یک مهندسی، خانمش میگه شما به عنوان یک مهندسی حساب کنید چقدره. ما تو همین درس میتونیم این آقا رو نجات بدیم. یعنی شما این دیگه حداقل چیزی هستش که شما میتونید از این درس بگیرید. ولی واقعا بچه ها ما تو این درس طراحی اعضای اصلی تیرها، ستونها، بادبند هاست رو خدمتتون میگیم و توی فولاد دو فقط میشه کانکشن ها، اتصالات، یعنی استیل دیزاین تو فقط چیه بچه ها؟ اتصالاته. اتصالات، البته خب اتصالات خودعمد خود جوش، فرآیند جوش رو داریم، اتصالات تیر به ستون رو داریم، اتصالات تیر به تیر رو داریم، اتصالات گیردار رو داریم، یه هم داستان زیاد داره همین کانکشن ها. پس ما فولاد یک طراحی اعضای اصلی رو داریم، تیر، ستون و ماربند ها، و تو فولاد دو دیگه میریم تو بحث این که اول جوش چیه، ولدینگ چیه، ولد میشه جوش، ولدینگ رو داریم، بولت رو داریم، پیچ ها رو داریم، بولت ها رو داریم، کانکشن ها رو داریم، بیم تو کالوم کانکشن ها رو داریم، اتصالات تیر به ستون رو داریم که انواع خیلی زیادی هستن، کانکشنز رو داریم، عرضم به حضورتون بیس پلیت رو داریم، یعنی اتصال کف ستون رو داریم، و حالا این موارد زیادی داره. همینم کلی داستان داره خودش. ولی در هر صورت دیگه تو فولاد دو ما دیگه طراحی تیر و ستون رو فرض میکنیم که یاد گرفتیم. پس انشالله سعی کنیم اینجا یاد بگیریم. اینجا کف ستون منظورمون این اتصال هستش. ببین اینجا نوشته بیس پلیت،
بیسه و انکل رود. انکل رود در واقع همون میل مهار ها هستش، میل مهار میلگردهایی هستش که داخل پی رفته. اینا رو خود انکل رود و اینا رو هم تو بتون تو فولاد رو بتون حالا انشالله بهتون میگم تو فولاد دو. بنابراین این بحث مربوط به فولاد یکی که بدونی به صورت کلی ما چیا هستش. بنابراین بچه ها با این داستان، با این مقدمه طولانی که فهمیدید سازه چیه، بارها چیه، روند طراحی چیه، روند طراحی که گفتیم بارگذاریه و تحلیله و بعد طراحی میشه که ما طراحیمون با در واقع دو جنبه سیفتی، ایمنی و اکانومیکال و جنبه های اقتصادی اون رو لازمی طراحی انجام میشه و فهمیدی فولادی کلن اعضای اصلی فولاد دو اتصالات هستش. خب این مقدمه طولانی رو تموم میخوام سرفصل رو بهتون بگم و مراجع و نحوه نمره دهی رو بهتون بگم و یا علی درسمون تموم میشه این جلسه. خب کورس اوتلاین یعنی سرفصلی که بهتون میگیم. ما جلسه بعد اینترودکشن مقدمه درس رو میگیم. اینترودکشن مقدمه شامل این که آقا فولاد چیه؟ در مورد فولاد میگیم، تنش نمودار تنش کرنشش توضیح میدیم، در مورد انواع مقاطع و پروفیلا میگیم، همین آی پی بی، نبشی، این داستان مقاطع فولادی که هست، مقاطع تیشک، سپری، از این داستان ها، مقاطع لوله‌ای، مقاطع باکس، مقاطع قوطی، از این داستان ها بهتون میگیم. بعد این اینترودکشن دو قسمت کلی داره، یکی همین مقدمه در مورد فولاد ایناست و یه قسمت دیگه ای هم داره. یه جوری شاید اینو تبدیل کنیم به دو تا فصل بهتره. یه فصل اول در مورد اینترودکشنی در مورد فولاد ایناست و یه فصل دومی داریم در مورد دیزاین متد، روش های طراحی، دیزاین متد. این دیزاین متد همون روش AST بود که گفتم حذف شده و LRFT بود که گفتم در این درس ازش استفاده میشه. در فصل دوم ما اینها رو بهتون میگیم که حالا اینا چه فرقی داره و یه کلیاتی در مورد اینها میگیم. فصل سوم طراحی اعضای کششی رو میگیم. اعضای کششی یه جورای بادبند هستن. البته بادبندها بچه‌ها باید بدونید اعضایی هستن، چون یک عضو بادبندی مثلا الان اینجا باز بادبندی نداریم، ولی فرض کن بادبندی اگر داشته باشیم، مثلا اینجا یه بادبندی باشه، این دهانه یه بادبندی اینجا قرار بدیم، اینجا قرارش میدم، بذار رنگش هم عوض کنم، قرمزش کنم، قرمز و یه مقداری هم کت و کلوفته. خب این فرض کن یه بادبندی باشه، یه بادبند ضبط‌داری باشه اینجا. خب یه بادبند ضبط داری. خب بچه ها وقتی که نیروی زلزله از این ور از سمت چپ به راست در یه لحظه از چپ به راست میشه، چون زلزله خب در همه جهات هست، چپ راست، عقب جلو، بالا پایین، در همه جهات در واقع اعمال میشه، در یه لحظه که به سمت چپ راسته یکی از بادبند ها کششی میشه، یکی فشاری میشه و بعدش که جهت زلزله عوض میشه دقیقا برعکس میشه، همونی که کششی بود دوباره میشه فشاری و همونی که فشاری بود میشه کششی. پس بادبند هم کششی هم فشاریه. ما در این فصل طراحی مربوط به حالتی که از کششی هسته تو بهتون میاد، تنژن میشه کششی، و در فصل بعدش طراحی برای فشار رو میگیم که این فشار میتونه هم ستون باشه، چون ستون ها تحت اثر بار فشاری هست، هم ستون ها رو شامل میشه و هم میتونیم بگیم که با گفتن فصل ترکیب این فصل تن کشش و فشار طراحی بادبند رو یاد میگیم. ببینید پس بادبند یک عضو یه مقداری پیچیده تر هستش، هم تحت کششه هم تحت فشاره و هم اینکه یه سری ضوابط دیگه ای داره که ما خیلی واردش نمیشیم، یعنی این که باعث علاوه بر این که در کشش باعثی اوکی باشه، در فشار هم باعثی اوکی باشه، علاوه بر اون باعثی تغییر شکل‌های دینامیکی زلزله رو هم به اندازه کافی تحمل کنه. اصطلاحا بهش میگن شکل پذیری باعثی داشته باشه، که این بحث شکل پذیری میره تو بحث طراحی لرزه‌ای، که این در طراحی لرزه معمولا
تو دوره کارشناسی ارشد تدریس میشه. یه مقداری اینجا فقط اون قسمت طراحی لرزه‌ای رو ما کلا تو فولاد 1 و 2 نداریم که خیلی هم حالا اشکالی ایجاد نمی‌کنه. خب پس در فصل 4 ما طراحی عرض فشاری که همون ستون هاست میگیم، در فصل بعدی فصل 5 طراحی تیرها رو میگیم، بیمز ها رو میگیم. تیرها تحت اثر خمش و برش هستن. تیرها رو ما در چون تیرها بچه‌ها کف‌های ساختمانی رو تشکیل میدن، حالا بهتون میگیم که طراحی تیرها کنترل‌های زیادی داره. کنترل‌های زیادی یعنی ما صرفاً واسه برش و خمش تیرها رو چک نمی‌کنیم، بلکه سقف‌ها رو واسه اینکه خیزش زیاد نشه کنترل می‌کنیم، واسه اینکه ارتعاشش زیاد نشه هم کنترل می‌کنیم. یه دو سه تا کنترل اضافی داره تیر که علت اونه که علتش اینه که سقف‌های ساختمانی رو با سقف ساختمانی با تیرها ارتباط دارن و با آسایش ساکنان ارتباط دارن. یه دو سه تا چند تا ضابط اضافی دارم و در نهایت ما طراحی تیر ستون ها رو داریم. تیر ستون ها به چه معناست؟ ما در این فصل در واقع یه جورای ستون ها رو میگیم، ولی ستونی که در این فصل 4 میگیم صرفا تحت فشاره، صرفا تحت فشاره. یعنی فرض میکنیم که این مثلا یکی از این ستون ها، مثلا این ستون صرفا تحت اثر یک بار فشاری قرار گرفته و ما برای این بار فشاری مثلا این ستون رو طراحی میکنیم. ولی بچه ها وقتی که زلزله وارد میشه، علاوه بر این با در واقع نیروی فشاری داخل ستون لنگر هم ایجاد میشه. وقتی که لنگر ایجاد میشه میشه تیر. عضوی که تا لنگر قرار بگیره تیره، عضوی که تحت فشار قرار بگیره میشه ستون، عضوی که تحت حصار هم نیروی فشاری باشه و هم لنگر خمشی باشه اصطلاحاً بهش میگن تیر ستون، بیم کالمز، بیم کالم. پس ما تیر ستون داریم. در اصل بچه ها تمام ستونهای ما بیم کالم هستن، تیر ستون هستن، یعنی تحت اثر هم فشار هستن و هم خمش هستن. یه جورایی تحت اثر ترکیبی از چندین نیرو قرار گرفتن. ما تو فصل آخر وقتی که اعضا تحت اثر چند ترکیب چندین لنگر قرار میگیرن و فشار همزمان یا ممکنه کشش همزمان قرار بگیرن، این یه سری ضوابط اضافی داره که ما تو فصل آخر بهتون میگیم. پس این سرفصلایی هستش که ما در این درس فولاد یک خدمتون میگیم. مراجعی که داریم، ما جزوه‌هایی داریم ترم قبل، اینا رو بهتون میدیم، داخل کانال تلگرامی هست اینا رو بهتون میدیم. این جزوه میتونه استفاده کنید. یه سری مثال ها ممکنه اونجا باشه که ما توی فصل توی این در واقع ترم یه مثال های دیگه بگیم، اونجا یه مثال های دیگه باشه، ممکنه به درد بخوره. مبحث ده مقررات ملی ساختمان، این مبحثش تر و اجرای ساختمان های فولادیه. بچه ها عزیزان من، همین الان در کل کشور ضوابط طراحی ساختمان ها بر اساس این یک کتابه، این یک کتاب. این کتاب رو هم اگه انشالله بگیرید، البته قراره که ظاهرن قراره این چند سال دارن میگن که این کتاب احتمالاً ویرایش بخوره، مثلا ویرایش 1400 یا 1401ش احتمالاً به زودی بیاد، که البته دو سه ساله که این میگن، البته پیشنویسش اومده. این پیشنویس که اومده خیلی فرقی نکرده، یعنی روش عمده، روش بیس و شاکلش همینه که ما تو این درس هم میخونیم، همین روش الارفتی هستش. این کتاب رو بچه‌ها اکیداً توصیه میکنم که بگیرید، بگیرید. چرا میگم که بگیرید؟ یا حداقل پی دی افش رو بگیرید نگاه کنید. یعنی این کتاب رو حالا انشالله قراره که اون یه ماه آخر حضوری بیاد سر کلاس. من سر کلاس این آیین‌نامه رو همیشه با خودم میارم. این آیین نامه بچه‌ها کل ضوابط فولاد یک، فولاد دو و اون طراحی لرزه‌ای که گفتم توی درس دوره لیسانسی، همش داخل اینه. یعنی کل فولاد یک دو طراحی لرزه همش داخل اینه و اگر تغییر پیدا کنه در هر صورت بایستی شما بلد باشید از این استفاده کنید. من توصیه میکنم که این کتاب رو بگیرید، ازش مطالعه کنید و نحوه استفاده ازش رو یاد بگیرید که انشالله بعداً شما یک مهندس حرفه‌ای شدید، خواستی طراحی انجام بدید، احیاناً این آیین‌نامه که ویرایش 92 آخرین ویرایشش هست، 1992 و
بعدن 1401 1402 حالا هر سالی که اومد، بعدن شما بلد باشید ازش استفاده کنید در طراحی سازها. پس این دو مورد دوم که عرض کردم، این اجباری نیست، ولی توصیه اکید من به شماست. ولی منبع اصلی ما اگه کتاب فارسی میخواهید، این کتابه، طراحی سازهای فولادی جلد 1 دکتر حبیب الله اکبر. این یک کتاب آموزشی خوب هستش واسه دوره کارشناسی. همین جلد 1ش که یه کتاب خیلی گنده هم نیست، همین جلد 1ش هم فولاد 1 هم فولاد 2. پس ببینید این طراحی سازهای فولادی جلد 1، همین جلد 1ش هم فولاد 1 هم فولاد 2. خب معمولا من قدیم ترام مثلا کتاب دیگه معرفی میکردم، کتابی که معروف هستش، کتاب دکتر ازهری و میرقادری، این هم هست، من دیالت خیلی دیگه اونا رو معرفی نمی کنم. یا اینکه کتاب شاپور تاونی هست، اینا رو معرفی نمی کنم. اینا کتاب های معروفی هستن که حالا ممکنه دوستانی که حالا یکی از اقوام، برادر یا خواهرش مهندسی عمران خونده باشه، معمولا اون کتابا رو داشته باشه. اگه اون کتابا رو هم داشته باشین، کتابای بسیار عالی هستن و مشکلی نیست. فقط من این کتاب فارسی رو معرفی کردم که به هر حال یک منبعی داشته باشید. همونطوری که متوجه شدید، من تو این درس متنمو انگلیسی می‌نویسم بچه، تا حد ممکن متن انگلیسیه که شما بایستی حداقل این لغات مربوط به درس رو یاد بگیر، لغات تخصصی. ببینید ما هم معمولا لغات تخصصی رو می‌نویسیم، خیلی جملات جنرال و انگلیسی اینا هم استفاده نمی‌کنیم. هدف اینه که شما لغات انگلیسی مربوط به این درس رو بلد باشید. ما هم همه کلمات، همه جملات رو هم ترجمه می‌کنیم، بنابراین از این لحاظ مشکلی ندارید. ولی اون کتابی که من خودم استفاده میکنم و داخل جزوه ازش استفاده میکنم، کتاب سگوی استیل دیزاین، کتاب سگوی که ویرایش پنجم مربوط به سال 2007 هستش. این کتابی هستش، کتاب خوبی هستش. این کتاب آقایاری و ویجیل، اینم استراکچرال استیل دیزاین هستش. اینم بعضی وقتا ممکن ازش استفاده کنیم، ولی در کل بچه‌ها مرجع اصلی من خودم به شخص این کتابه، کتاب سگوی، که اینه پی دی افش رو بهتون میدم. این طرح جلدش اینه، این کتابش اینه، فیپس ادیشن استیل دیزاین ویلیام تی سگوی، دبلیو تی سگوی. این کتابه، یک کتاب بسیار با ارزش هستش بچه‌ها. ببینید بچه‌ها، این پی دی افش رو مجان به شما میدم. این رو بذارید سرچ کنم تو اینترنت، ببینید تو آمازون، ببینید این قیمتش چقدره، همین پی دی اف، همین کتاب پی دی افی که الان به شما به رایگان میدم. این کتاب سگوی، پیست کنم، این آکادمیکاست، سایت آمازون. ببینید تو سایت آمازون این کتاب استیل دیزاین سگوی بچه‌ها چقدره؟ $17 خوبه؟ نه، رنتشه بچه، رنت ای تکست بوکس بینه حالا $40 قیمت، $40 تا 7-8 ارزونه نسبتا، باور کن بچه. از این کتاب، معمولا کتاب هایی با این تعداد ورق معمولا گرون هستش، ولی این دیگه به حراج گذاشتش، ارزون داره میده. این قیمتش، این در واقع رنت نوشته، ولی حالا بالاش نوشته ای تکست بوک نوشته بینه حالا حدود $40، 40 تا 30 تومن حساب کنید، 1200 پولش. خب این کتاب رو هم پی دی افش باور بفرمایید. من این کتاب پی دی اف رو خب به رایگان به شما میدم. این کتاب دوم اینه، مربوط به آقایری، مربوط به آقایری علاقه دانشگاه درکسل و جیسون ویجیل که این هم دانشگاه نیویورک هستش. این کتاب خوبی هستش، کتاب جدیدی هستش، ولی من این رو چند وقت پیش تازه دیدمش، کتاب خوبی هستش. ببین اینجا هم ببین Introduction to Steel Structure، فهرستش فصل اول مطابق همین چیزایی هستش که دقیقا من گفتم. فصل دوم در مورد دیزاین متد هستش و لود کامبینیشن ها و گراویتی لود و لود پد و از این داستان هاست. فصل
سش پس سش نه پس چهارش در مورد تنژن ممبرز گفته، اعضای کششی گفته، فصل بعدیش کامپرژن ممبر گفته یعنی همون اعضای فشاری، فصل ششم اعضای خمشی که همون تیرها هستش فلکسرال ممبر اعضای خمشیه، و حالا کامپوزیت بیم رو ما نمیگیم، تیرهای مرکب رو نمیگیم، اینها رو اینجا ممبر اندر کامبایند اکسیال لود اند بندینگ مومنت، این همون تیر ستون ها هست ما اینا رو میگیم. حالا این کامپوزیت بیمز ها مربوط به سقف های در واقع کامپوزیت هست، سقف کامپوزیت سقفی هستش که بچه ها تیرا فولودی هستش، روش متال دک در واقع اجرا میشه، یا اینکه حالا شکلاشو نشونتون میدیم، یا اینکه زیرش قالب بندی میشه و روش بتون ریزی میشه و یه سری گلمیخ ها به عنوان ایجاد تعامل برش داره. خب من فصل کامپوزیت رو نمیگیم. پس دیدی این کتاب قشنگ با سرفصل ما یکیه. این کتاب استگوی هم نگاه کنیم، سرفصلاش اگه فرستش رو نگاه کنیم، فصل اول یه اینتروداکشن داره، مقدمه‌ای داره در مورد فولاد و این داستان دانا دا مقاطع و این داستان ها، مفهوم کانسپت این استراکچرال استیل دیزاینه، یعنی همون دیزاین متد رو گفته، ببین روش LRFT رو توضیح داده، AST رو توضیح داده که ما هم اینا رو میگیم. فصل 3 تنژن ممبره، فصل 4 کامپرژن ممبره یعنی اعضای کششی اعضای فشاری، فصل 5 بیم رو میگه و فصل 6 بیم کالوم، یعنی ما دقیقا سرفصل ها بچه ها بس کتاب سگوی هستش. پس این کتاب PDF در واقع فصل 6 تا فصل 6 رو که بوده چقدر میشه 360 فصل، ما اینا رو انشالله بهتون میگیم که در واقع عرضم موضوعتون فولاد یکتون بسته میشه دیگه. بعد از این فصل هفت ببین سیمپل کانکشنز هسته، اکسنتریک کانکشنز میشه اتصالات خروج از مرکز، کامپوزیت کانستراکشن و این داستان ها، این دیگه فولاد دو هستش که ما اینا رو دیگه بهتون نمیگیم، پلیت گیردر و این داستان ها دیگه مربوط به فولاد دو هست. این هم از مراجعی که عرض کردم، ولی بریم سراغ این که چجوری به شما نمره میدیم. اگزامینیشن، ارزیابی شما به چه صورتی هست؟ تالیف شما رو دقیقا و چهار دونه بدونه چک میشه و این اساینمنت ها تکالیف بین 10 تا 12 نمره داره، بین 10 تا 12 نمره داره. پس تکالیف خیلی مهم، 50 تا 60% نمره شما رو تشکیل میدن. یعنی 10-12 نمره تشکیل میدن. اگه حضوری شد که ما میان ترم حتما میگیریم، چون معمولا ما امتحاناتمون دو تیک هست، دو تا امتحان میگیریم. اگه حضوری بود اینجا مثلا 2-3 نمره 4 نمره امتحان میان ترم میگیریم، همون 3-4 نمره میشه مثلا حدود 20-30% 20% اینا، 10-20% اگه بتونیم امتحان میان ترم، بقیهش هرچی موند دیگه میشه امتحان فاینال. حالا امتحان میان ترم نگیریم دیگه میفته فاینال،